برای توضیحات بیشتر همراه هستیم با سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت. آقای جاوید سلام و عرض ادب. سلام خدمت شما، امیدوارم صدای مرا داشته باشید. بله بله آقای جاوید بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم. در قسمت سوال شما خدمت شما عرض شد که گزارش را که سازمان ملل متحد در مورد کمبودی آب در افغانستان نشر کرده، فکر می‌کنم که دارای واقعیت‌های بسیار گسترده هستند و فکر می‌کنم که تنها به بعضی از موارد بسیار جزئی اشاره شده. اگرچه سازمان ملل متحد روی مسئله اقلیم اشاره کرده، ولی خب مشکلات ناشی از آب در افغانستان یک مشکلات همیشگی بوده و در دوران طالبان اکبر که حتی در دوران جمهوریت قبل جمهوریت بوده، متاسفانه در اون در افغانستان نظام آبرسانی یا سیستم های آبرسانی بسیار ضعیف بوده و سیستم های مدرن نبوده و به همین علت باشده که خیلی از مردم دیهات به شهرها کوچ کنن و با افزایش نفوذ دیهات شهرها بیشتر مشکل کمابودی در شهرها احساس بشه. ولی کمبودی آب در شهرها به علت افزایش بیش از حد نفوذ است و همچنین نبود سیستم های آبرسانی بسیار باعث شده که مشکل کم احساس شود. بله، سیل های اخیر چه تأثیری در زمینه بحران آب در افغانستان داشته؟ بفهم. خب سیل های اخیر شما میدونید که در افغانستان سیستم های آبرسانی بسیار به شکل سنتی است، یعنی مردم ها از دریاها جوهای بسیار متر ابتدایی را کشف می‌کنند، طرف های قریه و قشلاق، طرف دهات، و از امو جویها آب استفاده میکنن و حوض دارن از اونا پر میکنن. با آمدن سیلاب تمام از جویها تقریبا تخریب میشه و سربنهای آب تخریب میشه و تقریبا مردم مدتهای طولانی برای آب دسترسی ندارن. متاسفانه در این اواخر که با پشتوانی دولت ها یا مثلا با پشتوانی مؤسسات یک سلسله شبکه های آبرسانی ایجاد شده بود، اونا هم با می فرصت توسط سیلاب ها تخریب میشه. بنابراین سیلاب ها باعث میشه که تمام سیستم آبرسانی سنتی و مدرنی که اونجا درست شده کاملا از بین بره و این اولین ضربش برای مردم اما مسئله افزایش بیماری هاست که ناشی از آب آشامیدنی ناسالم هستند که مردم استفاده. بله آقای جاوید بفرمایید راهکارهایی که برای حل بحران آب در افغانستان میتونیم پیشنهاد داد و از نظر شما چیه این راهکار؟ بفرمایید. خب افغانستان خوشبختانه قبلا در دوران جمهوریت یک ساختارهای درست شده بود به خاطر مدیریت مشکلات مردم، به خاطر ارائه خدمات برای مردم و او ایجاد شوراهای انکشافی در هر قریه بود. شورای انکشافی قریه ها اینا به نحوی مکلفیت داشته که صدای آرمانمو مشکلات مردم رو به دولت برسانه و دولت برای از اونا کمک بکنه. من نظر میست که اگر قرار باشه که بتونه مشکلات های ناشی از کمبودی آب حل بکنن، باید شوراهای قریه را مجددا فعال بکنن، پروژه هایی که برای آبرسانی احیا میشن یا احداث میشن اینا را برای توسط مردم بسازن و بعد این سیستم های درست شده آب آشامیدنی را توسط شوراهای قریه مدیریت بکنن و هزینه های ناچیزی را که از مثلا روی مردم باید پرداخت بکنه تا سیستم خود از زنده نگه کنه. در ضمن پیشنهاد است که اگر ممکن باشه از چاهای عمیق و نیمه عمیق جلوگیری بکنن و برعکس روی شبکه های آبرسانی در سطح قریه و در سطح شهر بیشتر تمرکز بکنن. من فکر کنم که بخش آبرسانی شبکه های آب در شهرها و شرکت های خصوصی داده شده که تا بیتونن مدیریت سالم و مراقبت شبکه های خصوصی رو بیتونن انجام بیتن تا مردم در شرایط اضطراری و غیر اضطراری عذاب آشامیدنی محروم بشن. با تشکر از سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی که از فرانکفورت با ما همراه بودند.